میگن خیلی سخته یک رهبری که با انقلاب به قدرت رسیده رو با انقلاب از قدرت خل کرد. اون خودش خوب میدونه چی کار کرده و حواسش هست تا به مخالفانش اجازه نده همون کار رو تکرار کنن. این قاعده برای رهبری که با کودتا به قدرت رسیده هم صدق میکنه. کودتاگر خوب میدونه چطوری حلقه صفر کودتا در دل نیروی نظامی شکل میگیره و حواسش به این هست که در دوران قدرتش اجازه نده همچین اتفاقی علیه خودش بیفته. کسی که با خیانت به قدرت رسیده هم همینطور. تمام فکر و ذکرش اینه که نذاره کسی فکر خیانت حتی به ذهنش خطور کنه. دقیقاً کاری که صدام حسین کرد. یکی از خونریزترین دیکتاتورهای اواخر قرن خون، یعنی قرن بیستم. ایشون برای اینکه کشت نشه، کشت و کشت و کشت. و اینطوری اسم خودش رو در دنیا با لقب قصاب بغداد شهره کرد. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. قبل از شروع خیلی کوتاه منابع این قسمت از پادکست مورخ رو خدمت شما معرفی کنم. اول کتاب صدام از ظهور تا سقوطش اثر کان کاگلین. دوم خاطرات پزشک مخصوص صدام دکتر علا بشیر. و سوم مستند چگونه می شود یک مستبد شد اثر آقای پیتر دینکلیج. حالا بریم در دل تاریخ. روستای العوجه نزدیک به شهر تکریت عراق، روستایی با خونه های کاهگلی و مردمانی فقیر، روستایی پر از آسیب اجتماعی، جایی که در دهه 30 میلادی در بین مردمان عراق به خشونت و شرارت معروف بود. اگر در این روستا به دنیا می اومدی و یتیم هم بودی، قطعاً کار سختی برای زندگی و زنده موندن داشتی. باید می جنگیدی تا زنده بمونی. شاید به همین دلیل بود که مادری در این روستا اسم پسرش رو گذاشت صدام. یعنی چی؟ یعنی بسیار صدم زننده. مثل اینکه در ایران اسم بچت رو بذاری رستم تا بقیه ازش بترسن و یه وقتایی هم خودت بترسی که حتی صداش بزنی. پس اگه میخواست در العوجه رشد کنه این پسر، باید از همون ابتدای زندگیش ترسناک میبود یا به نظر میرسید و اسم صدام به درد همچین محیطی میخورد. صدام حسین عبدالمجید تکریتی در این روستا و با این توصیفی که کردیم به دنیا اومد. 5 ماه قبل از تولد صدام پدرش ناپدید شد. البته اتفاق عجیبی در العوجه نبود. احتمالاً کشته شده بود و کسی هم از سرنوشتش با خبر نشد. کمی بعد از ناپدید شدن پدر، پسر بزرگ خانواده هم بر اثر سرطان مرد. مادر موند و بچه ای در شکم و سگ سیاه افسردگی که پاچشو گرفته بود. کار مادر چی بود؟ فالگیر بود ایشون. مادر سعی کرد بچه رو سخت کنه و خودش رو هم بکشه که طبیعتاً موفق نبود و زنده موند و بچه هم به دنیا اومد و در نهایت صدام نام گرفت. مادر افسرده که حاضر به نگهداری از فرزندش نبود، اون رو به برادرش سپرد. نتیجه صدام تا 3 سالگی توسط خیرالله تلفاح دایی خودش بزرگ شد. صدام در 1939 میلادی به دنیا اومد. البته که بعدن اطلاعات شناسنامه دوست پولدارش عبدالکریم الشیخی رو برای خودش انتخاب کرد. برعکس فوتبالیستا که سنشون رو میارن پایین، صدام کبر سن گرفت.
شد متولد 1937. چرا؟ جلوتر خدمت شما عرض میکنم، ولی فعلا بریم سراغ کودکی و نوجوانیش. صدام 3 ساله بود که داییش به خاطر فعالیت‌های علیه پادشاهی وقت عراق افتاد زندان. نتیجه صدام برگشت پیش مادرش. دایی خیرالله طرفدار هیتلر بود و مخالف حکومت عراق. در اون زمان سلسله‌ای به نام هاشمیان روی کار بودند. ما در قسمت مربوط به تولد اسرائیل در پادکست مورخ درباره شکل‌گیری این در واقع پادشاهی عراق مفصل گفتیم که اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم یا از طریق کانال یوتیوب مورخ ببینید و بشنوید یا از طریق کانال تلگرام مورخ و پادگیرها به صورت پادکست بشنوید و لذت ببرید. آقای صدام برگشت خونه و دید مامانش شوهر کرده و حالا یه ناپدری مزخرف داره که یه جورایی به حسن چاخان معروف شده با یه مشت خواهر و برادر ناتنی. صدام به اجبار ناپدریش رفت شد چوپان. یکم که گذشت مردم روستا صدام رو با یک میله آهنین در دست میشناختن. در تمام دوران نوجوانی صدام این میله آهنین رو همراه خودش داشته و ملت رو باهاش بیزده. این وضعیت ادامه داشته تا دایی خیرالله از زندان آزاد میشه و صدام، در واقع صدام 9 یا 10 ساله، بی اطلاع خانوادش جمع میکنه و میره تکریت پیش داییش. دایی خیرالله دیگه برای خودش کسی شده بود و یک کتاب هم از عقایدش منتشر کرده بود و توش نوشته بود خداوند 3 چیز را نباید میآفرید: مگس ها، یهودیان و ایرانیان. صدام تحت تأثیر همچین آدمی بزرگ شد. در دوران قدرت گرفتن صدام این کتاب در سطح گسترده‌ای منتشر شد. صدام زیر نظر داییش حسابی سیاسی شده بود. یه بچه سیاسی که حالا پاش به مدرسه هم باز شده بود. کمی که گذشت دایی خیرالله به همراه خانوادش و صدام پا شدن رفتن کجا؟ بغداد. صدام و پسر داییش در بغداد رفتن دبیرستان، در جوی که حسابی ملی گرایی عرب برش غالب شده بود. در واقع جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر رهبر ملی گرایان عرب در سرتاسر منطقه بود و صدام هم حسابی تحت تأثیر نظرات عبدالناصر قرار گرفته بود، به خصوص که پادشاهی عراق تقریبا تحت کنترل انگلیس بود. یکی از چهره‌های اصلی مبارزه علیه پادشاهی یه آقایی بود که حسابی در زندگی صدام تأثیرگذار شد، آقایی به اسم احمد حسن البکر. کی بود این آقای حسن البکر؟ همشهری و فامیل دور صدام که با دایی خیرالله آقا صدام بازداشت شده بود و حالا از زندان در اومده بود تا بتونه دست به کارهای بزرگ بزنه. در این دوران در سوریه یه حزبی تأسیس شده بود به اسم حزب بعث، حزبی پیرو ناسیونالیسم عرب و البته سکولار که میخواست یک کشور متحد عربی بزرگ در منطقه شکل بده و علیه هژمونی غرب قد علم کنه. شعبه عراق حزب بعث به تازگی شکل گرفته بود و حسن البکر هم یکی از سران این حزب بود. حزب بعث شروع به طراحی شورش های علیه حکومت کرد و جلودار و یک بزن این اعتراضات هم کسی نبود جز آقای صدام که همچین گنده موندن بود و در استفاده از زور وسط خیابون رو دست نداشت گویا. این نارامی ها کم کم رنگ و بوی یه حرکت بزرگ گرفت و در نهایت در 14 ژوئیه 1958 میلادی حکومت هاشمیان ساقط شد. بعضی ها بهش میگن کودتای 1958. چرا؟ چون یه شاخه نظامی از دل ارتش به اسم افسران آزاد عراق حکومت رو سرنگون کردن و البته شاه و خانواده شاه و
نوری سعید نخست وزیر وقت رو به رگبار بستند و بعد هم تیکه تیکشون کردن. اما خود بعثی‌ها و اعضای افسران آزاد بهش میگن انقلاب 14 ژوئیه. اینطوری جمهوری عراق پایه‌گذاری شد و یک نظامی ارشد به اسم عبدالکریم قاسم هم شد نخست وزیر عراق. صدام هم یکی از مهره‌های میدانی این کودتا یا انقلاب بسیار خونین بود. اون 21 ساله بود و حالا به واسطه کشتن یکی از کمونیست‌های نسبتاً معروف تکریت، البته به دستور دای خیرالله، حسابی معروف شده بود. کسب و کارش اما از قدرت بعد از انقلاب جدا بود. شاگرد شوفر بود صدام در این دوران، البته که به این راضی نبود. کم کم بین ارتش افسران آزاد و حزب بعث شکراب شد. عبدالکریم قاسم نمیخواست به سمت جمال عبدالناصر بره و اعتقادی به کشور متحد عربی که مد نظر بعثی ها بود نداشت. اختلاف که بالا گرفت، بعثی ها تصمیم به ایجاد تغییرات جدید گرفتند. این بار نقشه ترور قاسم رو کشیدند و صدام هم رفت تو تیم ترور. ترور اما ناموفق بود. جنرال قاسم کشته نشد، ولی یکی از اعضای تیم ترور کشته شد و صدام هم در این حادثه گلوله خورد تو پاش. حکومت قاسم شروع کرد به برخورد با تروریست ها، ولی صدام و یه سری دیگه تونستند فرار کنن. کجا در رفت صدام؟ رفت قاهره مصر، کشوری که از حزب بعث حمایت میکرد. صدام وارد دانشگاه قاهره شد و حقوق خوند. همونجا با ساجده، دختر دای خیرالله، دورا دور نامزد کرد. لانگ دیستنس بوده رابطه. ساجده متولد 1937 بود، یعنی 2 سال بزرگتر از صدام. اینجا بود که صدام رفت شناسنامه‌شو بزرگتر کرد که بتونه با دختر داییش ازدواج کنه. اون اول عرض کردم که بزرگتر کرد برای اینجا بود. اون زمان بین عرب‌ها خیلی زشت بود که یک مردی بره زن بزرگتر از خودش رو بگیره، ولی این عرف و فرهنگ جلودار صدام نبود. صدام 4 سال در قاهره موند، ولی وقتی حسن البکر و حزب بعث به کمک سازمان سیا تصمیم گرفتند در 1963 میلادی علیه جنرال قاسم کودتا کنند، به بغداد برگشت و در کودتا شرکت کرد. کودتایی که باز هم کودتا چیا اسمشو گذاشتند انقلاب، انقلاب رمضان یا رمضان. نتیجه احمد حسن البکر به قدرت رسید و شد نخست وزیر عراق. صدام به عراق برگشته بود و اگرچه درسش رو تموم نکرده بود، ولی حالا یه آدم کت‌شلواری و کراواتی شده بود و کم کم به پست و مقام‌های مختلفی در دولت کودتایی رسیده بود. اون به عنوان ریاست کمیته اطلاعات حزب بعث هم انتخاب شد که مسئول بازداشت و شکنجه مخالفان از جمله کمونیست ها بود. در این فضا اما حزب بعث یه رکبی از ارتشی ها خورد. بعثی ها جنرال عارف رو که در زمان نخست وزیری جنرال قاسم نقش تشریفاتی ریاست جمهوری رو به عهده‌اش گذاشته بودند، در قدرت نگه داشته بودند. این اشتباه بود. جنرال عارف تونست از اختلافات درونی بعث استفاده کنه و حسن البکر رو خل کنه و خیلی از سران حزب بعث از جمله صدام رو بندازه زندان. صدام در زندان بود که زنش ساجده اولین فرزندشون رو به دنیا آورد و اسمش رو هم گذاشتن عدی.
صدام تونست از زندان فرار کنه و رفت پیش حسن البکر که حالا رهبر حزب بعث شده بود. حکومت نظامی ها اما نمیتونست دوباره صدام رو بگیره. چرا؟ چون بعث کم کم داشت قدرتش رو بازیابی میکرد و زور نظامی ها داشت کم کم کاهش پیدا میکرد. نتیجه در نوامبر 1963 حزب بعث به رهبری حسن البکر علیه دولت عارف کودتا کرد. روی تانکی که جلوی همه تانک ها به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت می کرد، هیچ کس نشسته بود جز صدام. جنرال عارف به لندن گریخت و کودتا بدون خونریزی پیروز شد. جالبه نیکولو ماکیاولی، سیاستمدار و فیلسوف قرن 15 میلادی، یه جایی خیلی قشنگ نوشته. میگه سیاستمدار باید مستر یا استاد داشته باشه. یه استاد یا یک آدم قدرتمند در سیاست باید پیدا کنه، بهش بچسبه و به میزانی که استادش پیشرفت میکنه اونم پیشرفت کنه. و هر وقتم که روند پیشرفت استاد یا مستر متوقف شد، ازش بگیره، بره بالا و به تنهایی ادامه بده مسیرش رو. این دقیقاً کاری بود که صدام با استادش حسن البکر کرد. بعد از کودتا حسن البکر شد رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس شورای انقلاب و فرمانده کل قوا. شد رئیس همه چی عملاً. صدام هم شد معاون حسن البکر. دایی خیرالله هم شد شهردار بغداد. دور هم بودن. صدام 10 سال معاون رئیس جمهور بود، کسی که تونست نفت عراق رو ملی کنه، درآمد نفت رو به اوج برسونه و کردها رو سرکوب کنه. با اقتدار میدان آزادی بغداد رو به میدان نمایش اعدام تبدیل کنه و اینطوری به اوج محبوبیت برسه. فرزندم صدام حسین در تمام دوره انقلاب از 1963 تا کنون در بیشتر کارهای انقلابی پیشگام بوده و لیاقت خود را ثابت کرده است و من چون به علت بیماری قادر به انجام وظیفه خود نیستم، او را به ریاست جمهوری عراق انتخاب میکنم. این آخرین نطق حسن البکر در جایگاه ریاست جمهوری عراق بود. صدام روز به روز قوی تر می شد و حسن البکر روز به روز بیشتر زیر سایه صدام قرار می گرفت. تو این فضا بود که حسن البکر به حافظ اسد رئیس جمهور سوریه گفت آقا جان بیا معاون اتحادیه بعث شو، شما یعنی هم رئیس جمهور سوریه بعثی باش هم معاون عراق بعثی و اینطوری یک گام به سمت رؤیای اتحادیه واحد عربی پیش بریم. اما صدام اصلاً دوست نداشت قدرتش رو با کسی شریک بشه، اونم با یک علوی غیر سنی. پس صدام یه روز پاشد رفت پیش احمد حسن البکر و گفت داری پیر میشی دیگه، قربونت برم، شنیدم وضع جسمانیت هم همچین مساعد نیست، پس وقتشه بازنشست بشی، قربونت برم. در واقع با یک زبان دیگر بهش گفت یا میتونی کشته بشی یا میتونی بری خونه استراحت کنی. حسن البکر که دیگه زوری در برابر صدام نداشت، مسیر دوم رو انتخاب کرد و رفت که از روزهای بازنشستگیش لذت ببره. هرچند اوضاع برای البکر و نزدیکانش خیلی هم گل و بلبل پیش نرفت و همون زمانی که حسن البکر مشغول انجام سخنرانی آخر بود، 500 نفر از نزدیکانش بازداشت شدند و البته از سرنوشت اکثرشون هیچ وقت خبری به دست نیومد. خود البکر هم 3 سال بعد به شکل مرموزی مرد، مرگی که خیلی ها معتقدند طبیعی نبود. به هر حال روز 16 جولای 1979 البکر از قدرت کنارگیری کرد و صدام رئیس جمهور عراق شد.
داریم درباره کی صحبت میکنیم؟ چند ماه بعد از رخ دادن انقلاب در ایران و سقوط محمد رضا شاه پهلوی. آخ آخ آخ، جالبه وقتی به اولین عکس های خیلی از دیکتاتورهای قرن بیستم این جهان بعد از به قدرت رسیدنشون نگاه میکنیم، آدم هایی را اطرافشون میبینیم که طی مدت کوتاهی بعد از ثبت اون عکس دیگه در قید حیات نبودند. اونها یاران دیکتاتور در رسیدن به قدرت بودند و بعد توسط خود دیکتاتور حذف فیزیکی شدند. دیکتاتور برای به قدرت رسیدن کس یا کسانی رو زمین زده، یا از طریق انقلاب یا کودتا یا جنگ و یا از طریق سازوکار دموکراتیک. اون خوب میدونه که ممکنه کسانی باشند که بخوان همین کار رو با خودش بکنند، پس باید پیش دستی کنه. تقریبا تمام اطرافیان استالین، تمام ژنرال‌های همراه آقای ماو در چین، اکثر همراهان فیدل کاسترو در انقلاب کوبا و حتی خیلی از روشن فکران همراه رضا شاه پهلوی در به قدرت رسیدنش، ظرف مدت کوتاهی بعد از قدرت گرفتن این افراد به کام مرگ فرستاده شدند تا جلوی خطر گرفته بشه. حال شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا نوبت صدام بود که پا در همین مسیر بذاره. ولی خب صدام میخواست جوری اطرافیان خطرناکش رو حذف کنه که تا به حال تاریخ به خودش ندیده باشه. صدام میخواست یک فیلم بسازه. فیلمی که نویسنده، بازیگر، کارگردان و تهیه کنندش خودش بود. تنها 6 روز از به قدرت رسیدن صدام میگذشت که پاکسازی بزرگ یا همون اتفاقی که بهش قتل عام رفقا هم میگن شروع شد. دوربین ها در نقاط مختلفی از سالن همایش حزب بعث کار گذاشته شده بودند. دکوپاژ عالی بود. هزاران نفر از اعضای حزب بعث به یک کنفرانس بزرگ دعوت شده بودند. همه حاضر بودند. صدام وارد سالن شد و در میان تشویق هزار به روی سن رفت و پشت میز نشست. بعد هم سیگار برگی که از فیدل کاسترو گرفته بود رو از جیبش درآورد، شروع کرد به پک زدن و بعد شروع کرد به صحبت کردن. قیادات القياده هاي ما عرفتكم باعتراف الشخص المباشر عليه. افرادی در این سالن هستند که مخالف رهبری منند. توطئه‌گران رؤیاهای زیادی در سر دارند. توطئه‌گران بدون اینکه بدانند نقشه‌شان لو رفته است، امروز آمده اند و در این همایش شرکت کردند و الان در این سالن و در بین جمعیت حضور دارند. من همیشه به حس ششم اعتقاد داشتم و هر زمان که توطئه‌ای در کار بوده با اتکا به همین حس از آن باخبر شدم. ما عادت کردیم وجود هر توطئه‌ای را قبل از اینکه اسنادش برملا شود با قلب هامان حس کنیم. صدام این سخنان رو گفت و بعد از سخنران بعدی دعوت کرد تا به روی صحنه بیاد. کی؟ آقای عبدالحسین مشهدی. شیتو و بدفع من عناصر بالقیاده. این آقای عبدالحسین مشهدی کیه؟ اجازه بدید چند روز به عقب برگردیم. وقتی حسن البکر بحث استعفاشو در حزب بعث مطرح کرد، یه سری از اعضای بلند پایه حزب نسبت به این اتفاق واکنش منفی نشون دادند، حالا کم یا زیاد. این وسط آقای عبدالحسین مشهدی که دبیر کل شورای فرماندهی انقلاب بود بلند شد و گفت آقا جان برای قدرت گرفتن صدام باید تو حزب رأی‌گیری بشه. علمش علکی که نیست که.
اما اوضاع با به میل آقای مشهدی پیش نرفت. صدام قدرت گرفت و اولین کاری که کرد بازداشت عبدالحسین مشهدی بود. حسابی مشهدی رو شکنجه کرد و بهش گفت اسامی تمام کسانی که با قدرت گرفتن من مخالف بودند رو بنویس. آقای مشهدی اول زیر بار نرفت. نتیجه صدام دستور داد برن زن و دخترش رو بیارن و بهش بگن یا می نویسی یا همین الان جلوی چشمات به زن و دخترت تجاوز میکنیم. آقای مشهدی شکست و نوشت. چی نوشت؟ اسم هر کسی که به ذهنش می رسید رو نوشت، از کسایی که مخالف جدی بودند تا کسانی که مخالف ضمنی بودند یا کسانی که شاید اصلا مخالف نبودند، اما تو اون لحظه اسمش به ذهن آقای مشهدی رسیده بود. بعد هم مجبور شد خودش بشه یکی از صحنه گردانهای نمایش بزرگ صدام و بره پشت تریبون. امجد جباری بامكان يذكر بالاجتماع، امجد هاشم. عبدالحسین مشهدی که رفت پشت تریبون از نقشه توطئه گفت و گفت حافظ اسد حامی اصلی این توطئه بوده، یک توطئه خیالی، و بعد شروع کرد به خوندن اسامی. دوربین صدام رو نشون میداد که روی صندلی لم داده و میخنده و به سیگار برگش پک میزنه. بعد جمعیت حاضر در سالن رو نشون میداد. همه التهاب و ترس داشتند. هیچ کس نمیدونست اسمش در لیست هست یا نیست. یه سری گریه میکردند، یه سری زیر لب غر میزدند. مشهدی اسم 10 نفر اول رو خوند. اسم هر کسی که خونده میشد، یه سرباز میومد و اسکورتش میکرد و از سالن خارج میشد. صدام از کسانی که از سالن بیرون برده میشدند خواست به محض اینکه از جاشون بلند شدن شعار حزب رو بلند بگن. شعار حزب چی بود؟ یک کشور عرب با یک پیام مقدس، اتحاد، آزادی، سوسیالیسم. اسم 10 نفر دوم قرائت شد، بعد 10 نفر سوم، بعد 10 نفر چهارم و پنجم و ششم. عده‌ای به صدام التماس می‌کردند، خیلی‌ها گریه می‌کردند و عده‌ای بلند می‌شدند و فریاد می‌زدند زنده باد حزب، زنده باد صدام. ترس رو می‌شد در چهره تک تک حاضران دید. در نهایت اسم 68 نفر از اعضای بلند پایه حزب خونده شد و همونجا بیرون سالن 22 نفرشون به اعدام محکوم شدند. الباقی زندانی شدند و البته مأموریت اعدام 22 نفر از رفیقای همحزبیشون هم به اونها سپرده شد. تفنگ به دستشون دادند و اونها مجبور بودند به سر رفقاشون شلیک کنند و اینطوری نشون بدن هیولایی در بغداد به قدرت رسیده که نمونش رو کسی ندیده. ویدئوی اون جلسه به همه جا فرستاده شد، به تمامی سفارتخونه های عراق در سایر کشورها. صدام به همه یادآوری کرد سزای خیانت چیه. بعد از این جلسه هم صدام باز به مسیری رفت که سایر دیکتاتورهای توتالیتر رفتند، راه انداختن پلیس مخفی که گوش و چشمش باشه. صدام سازمان اطلاعاتی جهاز هنین رو راه اندازی کرد، سازمانی متشکل از اعضای قبیله و خانوادش، از اهالی تکریت و الاوجه، افرادی که همخون صدام بودند و باهاش عهد وفاداری بسته بودند. اینها البته پلیس مخفی هایی بودند که خیلی هم مخفی نبودند. همه اهالی عراق اینها رو میشناختند. ماشین همشون یه شکل بود، لباس های واحد میپوشیدند و همشون سیبیل هایی داشتند شبیه سیبیل صدام.
این افراد یک شبکه از خبرچین‌ها رو شکل داده بودند. هر کسی ممکن بود خبرچین باشه و هیچ کجا، حتی در پستوهای خانه‌ها هم امنیت وجود نداشت. این اوضاع محدود به داخل عراق نبود و تا خارج از مرزهای کشور هم مخالفان امنیت نداشتند. مثالش آقای عبدالرزاق نائف، نخست وزیر سابق عراق، که وقتی صدام به قدرت رسید ایشون فرار کرد به انگلیس و اونجا علیه صدام صحبت میکرد. نتیجه آقای نائف در قلب لندن به ضرب گلوله کشته شد. البته تنها راه صدام برای مناسب کردن اوضاع داخل کشور برای خودش ایجاد رعب و وحشت خیالی نبود. صدام دلربایی هم داشت با اون سیبیلاش. ابزار دلرباییش چی بود؟ پول. پول چی؟ پول نفت و منابع طبیعی کشور. منابع کشور تبدیل می شدند به پولی برای توزیع رانت، هم رانت بین سیاسیون و هم بین مردم عادی. البته صدام پوپولیست خیلی خوبی بود. یعنی مثلا ممکن بود یه عراقی در دهه 80 تو خونه ای تو روستا نشسته باشه، یهو در بزنن، در باز کنیم، اه صدامه که صدام بیاد مستقیم بره در یخچال رو باز کنه، بگه چرا گوش نداری، فلان نداری، بعد دستور بده که هر چیزی که لازمه بخرن بذارن تو یخچال. تا اینجا وحشت و دلربایی. صدام دیگه چه کاری برای مهار داخل انجام داد؟ بازم کاری که خیلی از دیکتاتورها خیلی خوب بلدن، تزریق حس تحقیر به دیگران تا نشون بدن کت تن کیه. نمونه این رو تو خیلی از سناریوهایی که صدام نوشته میشه دید قشنگ. مثلا یه بار در اوایل دهه 80 صدام دستور میده کل وزرای کابینه رو جمع میکنن، میکنن توی اتوبوس با پنجره های سیاه، بیرون دیده نمیشده، چند ساعت اینها رو میگردونن بدون اینکه بدونن کجان. در نهایت اینا رو میبرن توی یک تالاری و ساعت ها اونجا منتظر نگهشون میدارن. یهو از درهای صدام میاد تو. این بندگان خدا والا ترسیده بودن به خودشون و آماده ی هر اتفاقی بودند با توجه به شناختی که از صدام داشتند. و صدام حالا چی کار میکنه؟ نیم ساعت سخنرانی میکنه، شام میده با میوه، تاشم به هر کدوم $1000 میده. بعدا میگه اینا رو برسونید خونه هاشون. در واقع رفتار وزراشو با این کار و امثال این حرکت ها ریست فکتوری میکنه آقای صدام. و البته مهمترین نکته تحقیرشون میکنه. خب تا اینجا از اوضاع سیاست داخلی عراق در بدو روی کار اومدن صدام گفتیم، اما یه مقدار از سیاست خارجیش هم بگیم. صدام خیلی علنی از فلسطین و گروه‌های مبارزش حمایت می‌کرد. اسرائیل رو تهدید می‌کرد و با فرانسه هم قرارداد هسته‌ای بسته بود. قرار بود فرانسه بهش راکتورهایی رو تحویل بده که صدام علناً گفته بود که آقا من برای ساخت اولین بمب اتمی عربی میخوام از اینا استفاده کنم. اما در روز تحویل این تجهیزات هسته‌ای یهو راکتورها منفجر شدن. اسرائیل مسئولیت انفجار رو بر عهده گرفت، شبیه به اتفاقی که چند سال پیش در نطنز ایران رخ داد. روابط صدام و آمریکا هم از اونور حسابی شکراب بود. اما پول نفت، پول اصلا معجزه میکنه. صدام از مواضع تند و تیزش یه خوده کم کرد. نتیجه چی شد؟ شراکت تجاری با آمریکا. آمریکایی که تا دیروز صدام رو به تروریسم متهم میکرد، حالا شروع کرد به همکاری با صدام. اما مهمترین چالش صدام در سیاست خارجه بعد از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد.
ایران و عراق برای سالها با هم اختلافات مرزی داشتند. اختلاف هم بر سر رودخونه مرزی الوند یا همون شط العرب بود. الوند رود مهمیه چرا که قابلیت کشتیرانی داره. عراق میگفت آقا مرز ایران ساحل روده، ایران میگفت طبق قواعد بین المللی خط تالوه رودخونه، یعنی خط فرضی که از عمیق‌ترین بخش رودخونه کشیده میشه باید مرز باشه. این اختلافات در دوران پهلوی و زمانی که صدام معاون حسن البکر بود هم بالا گرفته بود که نهایتاً منجر شد به یک درگیری مختصر و انعقاد عهدنامه الجزایر. عراق حقوق مرزی ایران رو اون زمان به رسمیت شناخت و ایران هم به عراق قول داد که از کردها خیلی حمایت نکنه، اما بعد از انقلاب داستان عوض شد. انقلابیون ایران امید به صادرات انقلابشون داشتند و عراق فضای مساعدی بود. حکومت صدام مذهبی نبود ولی مردم عراق خیلی مذهبی بودند. رهبر انقلاب ایران نظام بعثی عراق رو مشروع نمیدونست و مردم به خصوص شیعیان و نظامیان عراق رو در سخنرانیهاش به قیام علیه صدام دعوت میکرد. صدام هم از اون طرف فکر میکرد ایران پسا انقلاب دیگه اون اقتدار سابق رو نداره، کما اینکه بعد از قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا روابط بین الملل ایران با کشورهای غربی متوقف شده بود، در حالی که صدام تونسته بود روابطش رو حسنه بکنه با غرب همونطور که گفتیم. در نتیجه صدام فکر میکرد اگر یک حمله پیش دستانه بکنه میتونه قسمتهای عرب نشین ایران رو تجزیه کنه و برداره برای خودش بذاره زیر بغلش بره. صدام قرارداد الجزایر رو جلوی دوربین پاره کرد و بعد 31 شهریور ماه 1359 حمله به ایران رو آغاز کرد. صدام فکر میکرد ظرف چند هفته پیروز خواهد شد، اما پیشبینیش غلط از آب در اومد. جنگ عراق و ایران 8 سال طول کشید. آلمان و فرانسه و کشورهای غربی از عراق حمایت میکردند، بهش زرادخانه شیمیایی و کلی تجهیزات نظامی دادند. ایرانی ها اما جانانه میجنگیدند و خیلی زود تونستند تمامی مناطق اشغال شده توسط بعثی ها رو پس بگیرند و بعد از اون جنگی فرسایشی بین دو کشور ادامه پیدا کرد. جنگی بسیار خونبار و طولانی که پرداختن به داستانش نیاز به یک قسمت مجزا داره که اگر علاقمند بودید برای ما بنویسید و ما خواهیم ساخت. جنگ 8 ساله که تموم شد، عراق یک کشور ورشکسته بود. کشوری با 75 میلیارد دلار بدهی که 35 میلیاردش مربوط میشد به وامهایی که صدام از کشورهای عربی گرفته بود. بعد از جنگ صدام اعلام کرد که آقا این چه حرفیه؟ این که اصلا جنگ ایران و عراق نبود که، من به نمایندگی از تمام ملتهای عرب جنگیدم با ایران. در نتیجه بهتره بی خیال طلبتون شید، دنبالش نیایید. تازه باید پول بدید من کشور رو بازسازی کنم، این حرفا نیستا. استخراج نفتم کند کنید قیمتش بره بالا که یه پولی بیاد تو جیب ما. این وسط کویت کلن خوشش نمی اومد از نظرات صدام. با عراق اختلافات مرزی هم داشتن و به تازگی هم در همون حدود مرزی که سرش اختلاف بود چند تا چاه نفت پیدا شده بود. پول. نتیجه صدام دید چه فرصت خوبیه برای اینکه روحیه از دست رفته ارتشش رو بازیابی کنه. پس در 2 آگوست 1990 به کویت حمله کرد و سریعا این کشور رو اشغال کرد و برای 7 ماه هم این اشغال رو ادامه داد. هفته
حمله عراق به کویت جریان مبادلات نفتی دنیا رو به خطر انداخته بود. در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل وارد میدون شد و به صدام هشدار داد. صدام گوشش به این حرفا بدهکار نبود. پس آمریکا ائتلافی از 35 کشور به راه انداخت. به سمت کجا؟ کویت. اینطوری اولین جنگ خلیج فارس آغاز شد. ظرف چند ماه عراق به عقب رونده شد. آسمان عراق منطقه پرواز ممنوع اعلام شد و یکی از شدیدترین تحریم‌های بین المللی علیه این کشور آغاز شد. تحریم نفت در برابر غذا. صدام شکست دوم رو هم در خارج از مرزاش خورده بود و حالا در داخل مرزها هم با مشکلات بزرگی مواجه شده بود. با قیام شعبانیه، قیام مردم معترض که 14 استان از 18 استان عراق رو شامل می شد. در نهایت صدام تونست این خیزش رو سرکوب کنه و گفته می شه سازمان مجاهدین خلق همونطور که در جنگ ایران و عراق به صدام کمک کرده بود، در این جنگ داخلی هم بهش یاری رسوند. نتیجه قیام شعبانیه به خاک و خون کشیدن خیلی از شهرهای عراق به خصوص کربلا، کشته شدن هزاران نفر و آواره شدن نزدیک به 2 میلیون عراقی بود. دو دختر صدام با دو برادر به اسمهای حسین کامل و صدام کامل ازدواج کرده بودند. اونها دختر عمو و پسر عمو بودند. حسین کامل برادر بزرگه از طرف صدام شده بود مسئول پیشبرد برنامه هسته‌ای. حسین کامل جوان محبوب صدام بود و این اصلاً باب طبع عدی پسر بزرگ صدام نبود. اینجاست که آدم تهدید رو از سمت خانواده پیش بینی نمی‌کنه. عدی یه بیمار روانی مطلق بود. چیکاره بود؟ صدام گذاشته بود مسئول کمیته المپیک عراق، ولی ایشون ورزشکارا رو کتک می‌زد. بعد تو کاواره ها میرفت کتک کاری می‌کرد. مثل آب خوردن آدم می‌کشت و حتی کار رو تا جایی پیش برد که صدام انداختش زندان، پسر بزرگش رو. بعدم تبعیدش کرد سوئیس. چی شد بعد؟ انقدر در سوئیس شرارت کرد، سوئیس پس فرستاد بچه صدام رو. حسین کامل حس می کرد که پسر صدام عدی ممکنه خطر جانی براش داشته باشه. پس یه شب وقتی هوا تاریک میشه، هر دو برادر و زنهاشون، یعنی دختران صدام به اضافه فرزندانشون، فرار میکنن به کجا؟ اردن. خبر به گوش صدام میرسه. میرن به صدام میگن حسین کامل رفته با مامورای CIA در اردن نشسته، داره کل اطلاعات پروژه هسته‌ای رو بهشون میده که پناهندگی بگیره. صدام هر طور شده با دختراش ارتباط برقرار میکنه و بهشون میگه برگردید و قول میده که شوهرانشون و فرزندانشون در امنیت کامل باشن. قولی که البته دروغ بود. دامادهای صدام تیر باران شدند. جسدهاشون به ماشین بسته شد و دور تا دور بغداد گردونده شدند. صدام باید به همه نشون میداد برای حفاظت از قدرتش حاضر تا کجا پیش بره. نتیجه از پس شکست های پی در پی باز هم کارناوال رعب و وحشت صدام به راه افتاد. بعد از جنگ خلیج فارس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق اومدن. می گفتن عراق تسلیحات کشتار جمعی داره. صدام اما با این بازرسان همکاری لازم رو نمی کرد. این وضعیت تا بعد از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا ادامه داشت تا جورج بوش پسر اومد اعلام کرد 3 کشور، یعنی عراق و کره شمالی و ایران، محور شرارت جهانی هستند. همه فهمیده بودند که آمریکا پلن حمله نظامی داره، اما کسی نمیدونست که کدوم یکی از این 3 کشور هدف خواهند بود. کم کم دیک چنی و کالین پاول، معاون رئیس جمهور و
وزیر امور خارجه آمریکا سناریوی حمله به عراق رو نوشتند. آمریکا تلاش کرد سازمان ملل رو برای حمله به عراق متقاعد کنه، اما اکثر کشورهای عضو سازمان ملل میگفتند آقا بازرسی‌ها فعلا بیشتر شه ادامه پیدا کنه. آمریکا اما معطل سازمان ملل نشد. ائتلافی از کشورهای موافق شامل آمریکا، انگلیس، لهستان و استرالیا تشکیل شد و 19 مارس 2003 حمله به عراق آغاز شد. صدام فرار کرد. پسرانش توسط آمریکایی‌ها شکار شدند و کشته. برای ماه‌ها آمریکایی‌ها به دنبال صدام بودند. این جستجو تا 13 دسامبر 2003 ادامه پیدا کرد تا نهایتاً در عملیاتی با نام سپیده سرخ، صدام توسط نیروهای آمریکایی از مخفیگاهش در روستایی نزدیک تکریت بیرون کشیده و بازداشت شد. صدام دادگاهی شد و در 30 دسامبر 2006 به دار آویخته شد. آمریکا تا سال 2011 در عراق باقی موند و در نهایت هیچ تشکیلات مخفی ساخت سلاح کشتار جمعی هم در عراق پیدا نشد. برخی از مردم عراق لحظه حمله نیروهای خارجی به عراق رو بهار بغداد نامیدند. وقتی خارجی ها پا به خاک عراق گذاشتند، خیلی از مردم با گل و شیرینی به استقبالشون اومدند. آمریکایی ها و عراقی ها دست به دست هم دادند و مجسمه صدام رو با هم سرنگون کردند. نتیجه حضور آمریکا در عراق اما نه دموکراسی پایدار و نه توسعه بود. هرچند به نظر میرسه اوضاع عراق امروزی با تمام آشفتگی هایی که داره از وضعیتی که در زمان صدام داشت قدری بهتره. اما نکته مهم، توجه کنیم استبداد صدام کاری کرده بود تا مردمان عراق از جنگ و خونریزی طولانی و حمله بیگانه به کشورشون استقبال کنند. و چه تلخ این سرنوشت برای یک ملت و چه قابل تکرار تاریخ. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.